جلال مقامی، گوینده، دوبلور و مجری معروف برنامه دیدنی ها لحظاتی پیش دار فانی رو ودا گفت. با ما تو این ویدیو همراه باشید، جزئیات این خبر و علت مرگ این هنرمند قدیمیمون رو بهتون میگم و راجع به کارنامه هنری صحبت میکنیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. محسن سوهانی، مدیر کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش، در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی درگذشت جلال مقامی، دوبلور معروف رو تایید کرد. امیر منوچهری، گوینده رادیو و دوست نزدیک جلال مقامی هم، در گفتگویی که داشت گفت جلال مقامی رو به دلیل بیحالی و مشکلات کلیه به بیمارستان بردیم. من پیگیر حال ایشان بودم. خواهرزادشم حدوداً یک ساعت پیش باهاش صحبت کردم و که گفت متاسفانه دار فانی رو ودا گفته. خانم حضرتی از نزدیکان زنده یاد جلال مقامی هم به خبرنگار گفته بود که استاد جلال مقامی رو ساعتی پیش به بیمارستان آوردیم، ولی خب به دلیل نارسایی کلیه دچار ایست قلبی شد. متاسفانه مثل اینکه صبح کلیه‌هایشون از کار میافتن و توی کمتر از 6 ساعت سطح هوشیاریشون انقدر پایین میاد که متاسفانه دچار ایست قلبی میشن. در مورد مراسم تشییع پیکر ایشون هنوز اطلاعاتی در دست نیست، ولی اینطور که نزدیکانشون میگن احتمالاً روز شنبه در قطعه هنرمندان خاکسپاری بشن. جلال مقامی در دوم مرداد ماه سال 1320 در تهران و در خانواده‌ای که اصالت کاشانی داشت متولد شد. فعالیت هنری رو از سنین خیلی کم در نوجوانی با بازی در تئاتر شروع کرد. سپس به تشویق حیدر صارمی از سال 1337 وارد عرصه دوبلاژ شد. وی از سال 1344 در فیلم‌های سینمایی معروف اون دوره می‌پرداخت و کارش انقدر خوب بودش که از سال 45 خودش مدیریت دوبلاژ رو بر عهده گرفت. اما کسایی که یه مقدار سن و سالشون بیشتر هست، جلال مقامی رو با برنامه دیدنی‌ها خوب به خاطر دارن. یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های دهه 60 و 70 شمسی. بریم یه تیکه کوچولو از برنامه دیدنی‌ها رو با صدای جلال مقامی بشنویم. به نام خدا. بینندگان عزیز سلام. انشالله که شما آقا و شما خانوم از کار داخل و خارج منزل زیاد خسته نشده باشید و با سلامتی و نیروی کافی در ایجاد محیط روحش شاد و یادش گرامی. ممنون دوستان که این ویدیو رو تا پایان همراه ما بودید. حتما نظرتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.